از من خدا بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز روزی است که دین شما به کمال رسید و نعمت من بر شما تمام گشت. آری، نعمت ولایت و رهبری نعمتی است که مایه سرخوردگی و افسردگی دشمنان و یأس آنها از لطمه زدن به نظام دینی خواهد بود. در آیه 12 خداوند متعال به تعداد نقبا و رهبران بنی اسرائیل اشاره میکنه. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. خداوند متعال از بنی اسرائیل پیمان گرفت و ما 12 رهبر در میان آنها مبعوث کردیم. سؤالی که مطرح است این است که دانستن تعداد نقبا یا رهبران بنی اسرائیل چه اهمیتی داره؟ قرآن کریم کمتر به اعداد میپردازه، اما عدد 12 رو در اینجا برای چی بیان کرده؟ روایتی داریم در ذیل این آیه شریفه که جابر از پیامبر اکرم سوال کرد: یا رسول الله، و ما عدت الائمه، تعداد امامان چند نفر است؟ پیغمبر اکرم فرمود که سألتنی رحمک الله عن الاسلام به اجمعه، تو از کل اسلام سوال کردی. بعد فرمود که عدد امامان به عدد ماهای سال است که خدا در قرآن فرموده است ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. عدد امامان به اندازه چشمه‌هایی است که موسی بن عمران برای بنی اسرائیل ایجاد کرد که خدا در قرآن به اون اشاره کرده است، فرموده است فانفجرت من 12 عینا. و عدد امامان به عدد رهبران بنی اسرائیل است که خدای متعال در همین آیه به اونها اشاره کرده است که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. بعد فرمود فالائمه یا جابر اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی صلوات الله و سلامه علیه. نکته دیگری که در آیه 12 سوره مائده حائز اهمیت است، شرط حمایت و نصرت خداوند متعال. خداوند متعال فرموده است انی معکم، من با شما هستم، من حامی شما هستم، من همراه شما هستم. اما 4 شرط داره. لئن اقمتم الصلاه، اولا شما اهل رابطه با من خدا باشید. و آتیتم الزکاه، اهل دستگیری از فقرا و انجام واجبات مالی باشید. و آمنتم به رسلی و عزرتموهم، به فرستادگان من ایمان بیارید و اونها رو مورد حمایت قرار بدید. و نکته 4، و اقرضتم الله قرضا حسنا، علاوه بر انجام واجبات مالی انفاق مستحب هم داشته باشید و پیوسته به فکر دستگیری از نیازمندان. اگر این 4 شرط محقق شد، قال الله انی معکم، خداوند فرمود من با شما خواهم بود. در ادامه از آیه 14 تا آیه 50 خداوند متعال به نمونه های از پیمان شکنی اهل کتاب اشاره میکنه و نتایج این پیمان شکنی را برای ما بیان میفرماید. از جمله اونها آیه 14 هست، میفرماید که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اهل کتاب پیمان شکنی کردند اونها رو مورد لعنت قرار دادیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دچار قساوت قلب شدند. یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، بسیاری از آیاتی و دستورات الهی که با آنها داده شده بود را مورد بیتوجهی قرار دادند و به فراموشی سپردند. ولا تزال و تتلع على خائنة منهم، خیانت کردن برای اونها امر عادی شده است. اینها همه به خاطر خیانت به پیمان ولایت هست. اگر کسی به پیمان ولایت خیانت کرد، نتیجهش قساوت قلب است، دوری از رحمت پروردگار است. اونگونه که میبینیم امروز متاسفانه امت اسلام به خاطر خیانت به نعمت ولایت
دچار پراکندگی و دشمنی و اختلافات گوناگون شده. در آیه 14 خداوند متعال می‌فرماید و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. مسیحیان هم پیمان شکنی کردند، فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء. نتیجه این پیمان شکنی اختلاف و دشمنی و درگیری تا روز قیامت شد. اگر امت بر محور ولایت ائمه علیهم السلام جمع می‌شد، امت اسلام به اوج اقتدار خودش نائل می‌شد. اما متاسفانه امت اسلام هم پا جای پای یهود و نصارا گذاشت و به پیمان ولایت پایبند نبود. یک نمونه از نتایج سرپیچی یهود از دستورات و فرمایشات پیامبرشون کاری بود که اونها در جهاد انجام دادن که در آیه 20 تا 26 می‌خوانیم. حضرت موسی به آنها فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، جهاد بکنید و ارض مقدسه را از دشمنان باز پس بگیرید. اما آنها با این پیمان مقابله کردند و پیمان شکنی کردند. نتیجهش این شد که قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض، 40 سال دچار سرگردانی و تحیر شدند. در ادامه خداوند متعال به وظیفه مؤمنین در برابر اهل کتاب اشاره میکنه. یکی از آیات مهم این بخش آیه 54 هست. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اگر از دین بازگردید، خدای متعال کسانی را دارد که در آینده میآیند، آنها خدا را دوست دارند و خدا آنها را دوست دارد، نسبت به یکدیگر مهربان هستند و در مقابل کفار با عزت و اقتدار و صلابت برخورد میکنند. جالب است در روایت نورانی میخوانیم از پیامبر گرامی اسلام وقتی درباره این آیه حضرت مورد سوال قرار گرفت، دست مبارک را بر دوش سلمان فارسی نهاد، فرمود هازا و زبوه. این آیه مربوط به سلمان و وابستگان به اوست که می توانیم به یک معنا ایرانیان رو مصداق این آیه بدانیم. ایرانیان هستند که پرچمدار ولایت در دنیا در عصر حاضر و عصرهای گذشته بودند. فرمود لو کان الدین معلقا بالثریا لناله رجال من ابناء فارس. اگر دین در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از ایرانیان به دین دست پیدا خواهند کرد. آیه 55 که قله سوره مائده است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، فقط و فقط سرپرست شما خدا و رسول هستند و مؤمنینی که اهل اقامه نماز و پرداختن زکات در حال رکوع هستند، که به شهادت بسیاری از مفسرین شیعه و سنی آیه شریفه مربوط به خاتم بخشی مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه در حال رکوع هست. آیه 67 هم وظیفه پیامبر در ابلاغ مسئله ولایت هست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. از حضور معلم اخلاق حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مهدی طباطبایی در این محفل نورانی تشکر میکنیم. انشاءالله آیات جزء ششم قرآن رو میشنویم جهت تعجیل فرج آقا امام زمان ارواح ناله الفدا. اجماعا صلواتی خط بفرمایید.